به کاندان خوش آمدید به برنامه شمارش معکوس. شمارش معکوس برای رسیدن به یک رنسانس ایرانی، یک رنسانس ایرانی برای نسل شیک و فردایی ایرانی. ما واقعا با اینکه میدونیم پارادایم شیفت تغییر کرد، اما همیشه تأکید میکنیم که ما به این رنسانس ایرانی احتیاج داریم. این حکم تاریخه، تقدیر تاریخه. چرا؟ نگاه کنید، اگر این رنسانس نباشه، ما همیشه با این رژیمی که هم اداره برای شما سیاست‌های گلخانه‌ای به وجود میاره، خودش یک رژیم پوتمکین دروغینه و شما را هم با فرهنگ دروغین و پوتمکین و گلخانه‌ای آشنا کرده، موجب میشه که شما هر فصل رنگ عوض کنید. یادتون هست فصل پیش، فصل کارنوال سبز، فریاداتون یادتون هست، شعار نه غزه نه لبنان، حالا شد دوباره هم غزه هم لبنان. چرا؟ رژیم دوست داشت شما بروید غزه، میتونه نفس بکشه، براش یک هافتایم سیاسیه، مسلماً در اونجا یک فاجعه اتفاق میفته، مسلماً دوباره و دوباره و دوباره کودکان فلسطینی، مردم بیگناه فلسطینی به خاطر بازی‌های بزرگ استراتژیکی دنیا، نه به خاطر فقط اسرائیل، دارن قربانی میشن. این همه ما میپذیریم، اما قرار نیست ما آلبوم خاطرات درست کنیم، چند جسد بچه ها و کودکان فلسطینی رو دور هم بچینیم و به خواست رژیم همان کاری بکنیم که رژیم میکنه. من اتفاقا قبل از اینکه وارد استودیو بشم، مقاله آقای اکبر گنجی رو در سایت آنتی ورد دیدم. آقای گنجی نوشته بود اسرائیل یک حکومت اشغالگر، آپارتاید و به اصطلاح جنایتکار جنگی است. یک پرسش از همین آقای اکبر گنجی دارم که سردمدار نسل یار دبستانی است. اون نسل نسل بدی در آمد. چرا؟ همه در مکتب حجاریان ها و امنیتی ها درس خوندن. من از این آقای گنجی یک پرسش دارم و برنامه رو شروع می کنم. آن روزی که آقای گنجی چک 500 هزار دلاری رو از بنیاد فریدمن سیهونیست دریافت می کرد که چک رو برادران کوک نوشتن، که همه می دونن از مؤثرترین و نیرومندترین و قدرتمندترین سرمایه داران حزب جمهوری خواه هستن و یهودی تبار هم هستن، چرا نیامد اون چک 500 هزار دلاری رو ببخشه به این مردم فلسطین؟ این رو میگن در واقع همونی که من گفتم، کتمان سیاسی. و ما با این فرهنگ داریم راهمون رو ادامه میدیم. چرا؟ برید سایت ایران وایر، میگن مازیار بهاری این رو راه انداخته، من نمیدونم. در اونجا یک نامه است، یک پسر بهایی نوشته، نمیشه وقتی شما این نامه رو میخونید من در زندان اوینم، نمیدونم سلولم چه اندازه است، همسرش قبل از اون رفته. حالا پرسش من اینه، آیا آقای گنجی و گنجی ها، آیا آقای علی افشاری هم که از نعمت بیکران سازمان های به اصطلاح ویژه بهره مند شده و یک سایت زده و سازمان زده و جز همون بچه های نسل یار دبستانی است و حالا داره با یک مؤسسه های ویژه هم همکاری میکنه، آیا اینها آمدن یک بار یک بنر، یک مطلب بنویسن برای بهائیان ایران؟ نه. غزه در همان حیات پشتی شماست، در همان بلوار ولی نصر، در همان جماران. نرید غزه. بله، مشکل غزه رو نمیشه این زودی حل کرد. حالا خواهم گفت چرا. حتی خود اسرائیلی هم نمیتونن، خود اسرائیلی هم در دامن. این در واقع یک تلسم سیاسی است، یک تلسم نفرین شده برای همه ملت های اون منطقه. اما شما چرا بازی چه قرار میگیرید؟ شما که بایستی لابلای خطوط رو بخونید.
وقتی من تصویر خانم نسرین ستوده رو کنار آقای اصغر فرهادی دیدم اعتراض کردم. میدونید چرا؟ چرا اینها رو گذاشتن؟ اصغر فرهادی به هر حال این روزها سرشناس‌ترین چهره هنری ایرانه، سینمایی ایرانه، بالاخره جزء مردان اسکاری است. اما خانم نسرین ستوده در این وسط چه گناهی کرده؟ ایشون زندانی بودن و رژیم همه اونهایی که از زندان آزاد میکنه موظف میکنه. برید تصویر سایت بی بی سی رو نگاه کنید، مادران لچکدار، مادران صلح، در اونجا آقای جعفر پناهی که من بسیار دوستش میدارم و آقای سحرخیز ایستادن، اینا هم از زندان اومدن بیرون. شما وقتی در زندان این رژیم هستی، اگرم تواب نشدی، موظفی گاهی وظایف شرعی برای این رژیم انجام بدی. خانم نسرین ستوده به کاترین آشتون ملاقات کرد، حالا باید اینجا در واقع یک پاسخگویی باشه به رژیم. برای همین من این بنرها و این بیانیه‌ها رو قبول ندارم، چون میدونم رژیم چه بازی میکنه. فریب این رژیم رو نخورید. ببینید این آمریکایی‌ها، شما نمیدونید چه جنجالی در این آمریکا شد. اونها نیومدن مثل خانم تهمینه میلانی که در بولتن نیوز دستگاه امنیتی رژیم نوشت که همه خوششون بیاد. برخا خانم تهمینه میلانی جزء به اصطلاح اون باغچه سینمایی خاندان هاشمی است. خانم تهمینه میلانی به خاطر اینکه دیگه از همه جلوتر بزنه و این مسابقه رو برنده بشه، آقای نتانیاهو رو گفته داعش یهودی. ببینید ما مشکلمون چیه؟ آیا ما طرفدار فلسطینیم یا دشمن یهودیا؟ من یادمه در تمام دهه اول همه ایرانی ها متنفر بودن از فلسطینیا. چرا؟ معتقد بودن عرفات و فلسطینیا آمدن شاه رو ساقط کردن، اونها در خیابونها بودن. بعد یادمه در دو دهه بعدش همه معتقد بودن اسلام مال تازی هاست، قرآن مال تازی هاست. همه ضد تازی شده بودن، ضد عرب شده بودن. حالا چه شد؟ ناگهان همه طرفدار عرب ها و فلسطینی ها شدین. این دو روی سیاسی رو بذارین کنار، این فرهنگ زشت گفتمان و کتمان رو بذارید کنار. من با این مبارزه میکنم. کجا بودید؟ من 30 سال پیش در مجله رایگان نوشتم طرح اسرائیل بزرگ با نقشه همین یلو پلن، نوشتم که بسیاری از سران یهود به من زنگ زدم و بسیاری از آگهی هامم از دست دادم. شما باید تفسیر و تحلیل کنید، نه جز سکونشینا باشید یا عشق بریزید، عاشورای سیاسی را بندازید یا فحاشی کنید. شما با مسی که یک فوتبالیست ساده بود نگاه کنید چیکار کردید. این فرهنگ زشت رو بذارید کنار، نگاه کنید به این آمریکایی ها. این آقای استیوارت کمدین یا برنامه طنز داره، خودش یهودی تباره. در برنامهش آمد گفت آقایون سیاسیون، شما میگید فلسطینی ها منطقه رو تخلیه کنن، کجا برن؟ میریزن تو دریا. مسخره کرد همه رو، پدرش هم در آوردن. یکی از محبوب ترین چهره های پاپ موزیک، رب موزیک، یک دختر سکسی، ریانا، اومد نوشت فری فلسطین. همه ریختن به هم. یک بسکتبالیست دیگه دوایت هاورد، اونم اومد نوشت. چرا؟ آمریکایی‌ها شما نیستن، دو دوزه بازی نمی کنن. اینها یه فرهنگ دارن، هر چه فکر میکنن میگن. هرگز نمیان برای چاپلوسی شما یا خوشامد شما نظریاتشون رو پنهون کنن. حتی نگاه کنید یک مفسر و تحلیلگر که هم فلسطینی تبار هم ایتالیایی تبار در MSNBC، یعنی یکی از کیبل های MBC، مفسر سیاسی است، تحلیلگر سیاسی است. این خانم این شهامت رو داشت، اومد در همون شبکه‌ای که خودش کار میکرد و میدونه شغلش به خطر میفته، حرفش به خطر میفته، گفت شما اشتباه میکنید، بیشتر از اسرائیل حمایت میکنید. گوش کنید. Leaders be more honest. Well, because of AIPAC and because of the money behind it and because of Sheldon Adelson and because of all of us in the media. We're ridiculous. We are disgustingly biased when it comes to this issue. Look at how many airtime Netanyahu and his folks
I have on air on a daily basis, Andrea Mitchell and others. I never seen one Palestinian being interviewed on these same issues. Well, I'll push back on that a little. We've had Palestinian voices. Maybe for 30 seconds, and then you have 25 minutes for Bibi Netanyahu and half an hour for Naftali Bennett and many others. Listen, the Ayman Mohi. چون خودم یکی از این به اصطلاح اعضای همین رسانه‌های گروهی هستم، چندین نکته رو اشاره کنم. من یکی از مشکلات همه ما اینه. من یادم در همون انتخابات رمنی و آقای اوباما بسیاری از بچه های همین تلویزیون چنان برای آقای اوباما سنگ به سینه می زدن که فکر می کردی ماهی صدها هزار دلار از دموکرات ها دریافت می کنن. این اشتباه است. شما تحلیلگری، شما نظریه پردازی، بیایید آگاهیاتون رو در اختیار مخاطب قرار بدید. من الان به شما چیزایی خواهم گفت، اصلا شما میدونستید، حالا قبل از اینکه یک بحث دیگر رو ادامه بدم، اصلا شما میدونستید از یک سال پیش شش یهودی معتبر دنیا، یکیش پروفسور ریچارد باک که رفت حتی قذر راش ندادن، همونی که گفت خمینی گاندیه، آدم مقدسیه، خب آقای ریچارد باک و یارانش، حالا دزمن توتو، گفتن اسرائیل را بایکوت کنید، یک حکومت آپارتایده. مگر آقای کارتر کتاب ننوشت؟ تمام سرمایه‌ای که برای فاندیشنش باید میرفت در واقع قطع شد. بابا مثل اینا باشید، یه فرهنگ پیدا کنید، یه فرهنگ، نه این که فقط راستگویی و حقیقتگویی. رنسانس برای همینه، اخلاق پیدا کردن. فقط به خاطر اینکه جب یک طرفه، بله میشه آمد و چپ و راست به آقای نتانیاهو که ابلهانه بلوف خورد و افتاد تو دام پرید. اصلا من انتظار نداشتم آدمی مثل نتانیاهو که اینقدر زیرک بود تو این دام بیفته و خواهم گفت چه کسی به دامش انداخت. چرا اینقدر ساده؟ بله کشتار میشه، جنگ دو تا کشور در یک وجب خاک، سه ملت زندگی میکنن. زیبایی کار امپراتوری انگلیس همین بود، کاری کرد که هیچ کدوم اینا تا آخر، تا ابد، تا اون نقشه اصلی که در برنامه دیوار خواهم گفت، تا اون نقشه اصلی جا نیفته، این ملت ها باید همدیگر رو بکشن. مگه نمیبینید آیس از کجا آمد؟ این که دیگه گناه اسرائیلیا نبود، گناه فلسطینی هم نبود. کی ساخت؟ حالا چطور شد همه دلشون برای کردستان میسوزه، میخوان کردستان تجزیه بشه؟ یه دقیقه فکر کنید. فقط تراژدی، بله تراژدی است. فقط بچهای فلسطینی مردن تو این دو سال، سوریه‌ای ها نمردن، عراقی ها نمردن، کشورهای دیگه نمردن. در آفریقا روزی صدها هزار بچه میمیره. چرا این فکر رو میکنید؟ به خاطر اینکه آقای خمینی خوب بازی کرد. آقای خمینی روز قدس رو هالجک کرد از دست تمام این چپی ها که از اردوگاه های فلسطینی اومده بودن، خیلی هم به اصطلاح پابوس آقای عرفات بودن. خیلی قشنگ کار کرد، اول از فلسطینی ها استفاده کرد، روز قدس هم برگش از دست این آقایون گرفت، سر همه هم برید، خود به آقای عرفات هم توهین کرد، انداختش بیرون مثل آقای قذافی و جلود از لیبی که آقای قدزاده پولا رو میگیره. خب روز قدس چی شده؟ مهمترین روز در تقویم سیاسی ایران. به ما چه؟ اصلا قدس به ما چه؟ اصلا اورشلیم به ما چه؟ جنگ بین کلیسای کاتولیک، بین مسلمانان و یهودیان و مهمتر از همه فراماسونری ها میخوان یه معبد اونجا بسازن، همه اینا رو به هم ریختن. حالا شما همه چی شدین؟ طلبکار. اگر چپید پوز قشنگیه اگر به نتانیاهو و اسرائیل پشت بدیم، اما یه صحنه ها رو هم نگاه کنید، حداقل هشت بچه یهودی از آمریکا، از استرالیا رها کردن بهترین زندگی هایی که داشتن، رفتن برای اسرائیل جنگیدن مردن. شما این کارو میکنید؟ نه، شما فقط تو سایت ها مینویسید. شما حتی جرأت ندارید دوستانتون رو که دستگیر میکنن براشون بایستید. چرا اینقدر
در واقع حقیر عمل میکنید. الان به تونی جوانسال میگفتم من از تنها شخصیت سیاسی که در این چند سال بعدم اومده بلومبرگ، میلیاردر، صاحب تمام ثروت، یک امپراتوری رسانه‌ای داره، شهردار نیویورک بود، رفت. وقتی شرکت‌های هواپیمایی اسرائیل رو بایکوت کردن، این آقا آمد گفت اشتباه کردید، پوان دادید به حماس، حماس همین رو میخواست، یک موشک انداخت، شما پرواز نمی کنید. رفت بلیت الال خرید، رفت اورشلیم. یک میلیاردر با آقای شوروش و دیوید راکفلر و ترنر و اوپرا میشینه جلسه میکنه. شما این اخلاقو دارید؟ نه. شما فقط باید گریه کنید. شما باید فقط شیون را بندازید. همین خانم آقایونی که این بیانیه رو میدن، آیا اصلا متوجه شدن بغلشون آقای به نام پور محمدی است؟ آقای پور محمدی جلاده یا نتانیاهو؟ اگر مساوی هم پچر یقه پور محمدی رو نمیگیرید، چون با آقای روحانی است. همین آقای روحانی شما رو بدبخت کرد در جنبش دانشجویی، چرا صداتون در نمیاد؟ چون آقای حجاریان به شما گفته علنی و آشکارا حمایت کنیم، پنهانی انتقاد کنیم، خودش گفته. حالا سوال دیگه، مطلبی دیدم در یک سایتیست یا آقای را میندازه، آقای ایرانی، سامانی نمیم که اصلا من اسمشم یادم نمیمونه. ببینید مطلبی که گذاشته رو سایتش، بسیار سایت جدیه، نمیشته مغلها که آمدن نپرسیدن مسیحی هستی، مسلمان هستی، یهودی، سر همه رو بریدن. برای اونا اصلا دین مهم نبود، مهم این بود که سرزمین ها رو تاراج کنن. و بعد در اونجا نوشته که چگونه همین الان ISIS همون هیولایی که ساختن و به اصطلاح با قرآن اومده، که من باور ندارم، من اصلا معتقد نیستم اینا به اصطلاح مسلمانن. من همه اینا رو دور دیده میبینم، مزدور میبینم، مثل لژیون خارجی فرانسه، خب مثل القاعده. من که بچه نیستم گول این چیزا رو خورم، چوخ بدم میاد یک دفعه جبهه عوض کنم. دوستان عزیزم، اینایی که بیانیه میدید، آیا رفتید دفاع کنید از مسیحیان سوریه و عراق؟ دارن به اینا میگن یا مسلمان میشی یا کشته میشی یا سرزمین و خونت رو رها کن برو. شما آمدید اعتراض کنید؟ نه، چون در پس کلتون اون قضیه هست، به جهنم که نگاه کنید. این رو سایت ولتر نتورک گذاشته، نگاه کنید، منازل مسیحی‌ها رو علامت گذاری میکنن، کاری که هیتلری ها کردن با یهودی ها. زشت بود، حالا هم زشته، هیچ فرقی نمیکنه مسیحی‌ها رو در مقابل این کار انجام قرار بدن، عمل انجام شده، یا یهودی ها، یا مسلمان ها، یا بودایی ها. کار زشته، برای این که کاری زشته در مقابلش بایستید، نه این که مثل کمدین های سیاسی برنامه های رژیم رو اجرا کنید. بقیده من به حد کافی این رژیم همه شما رو مصرف کرد. من وقتی چهره جعفر پناهی رو تون عکس دیدم حیفم اومد، چرا که بقیده من، حداقل تونی جوان سال بپرسید که من همیشه شاهد دارم، آقای جعفر پناهی تنها سینما سازی، فیلم سازی بود که پاشنه آشیل رژیم رو نشونه رفت، به هدف زد. بقیه فقط شو بازی کردن، رفتن جشنواره جایزه گرفتن. حالا فهمیدید؟ اگر اصغر فرهادی رو میارن، میخوان روی آقای مخمل باف رو کم کنن که رفته بود اسرائیل. این چیزها رو یاد بگیرید، بازی این رژیم رو یاد بگیرید، تا بتونید واقعا به یک رنسانس ایرانی برسید. ظاهرا این روزها کد رمز شده مالزی 17، مالزی 37، نمیدونم، اما
اما اجازه بدید یک نکته رو بگم. اگر پوکر بازی کردید میدونید چی میگم، بالاخره در میابید. من نمیدونم برگای رو سیاسی این چند هفته رو چه کسی ورق زد، بر زد، دستا رو تقسیم کرد، بدترین دست را هم داد به اوباما، اما بلوف اوباما گرفت، پوتین باخت، نتانیاهو باخت، ابو عباس باخت، خامنه ای هم باخت. هیچ کس نمیتونست این چنین در یک جا بازی رو به این خوبی اداره کنه. مثل این که اصلا اوباما نیست، اما همه چیز اتفاق میفته آنگونی که باید اتفاق بیفته. مدت هاست همه میخواستن پوتین رو بخوابونن. یک الیت جهانی در شهرک لندن. میدونید چرا؟ هنوز قضیه هواپیمای مالزی اصلا اولین به اصطلاح اطلاعات دیتاها نرسیده بود. شهرک لندن شروع کرد، پوتین بود، این جنایتکار پوتین بود. مگر میشه؟ بله میشه، چون این بازی جهانی است. وقتی پرنس چارلز بعد از مسئله کریمه گفت آقای پوتین هیتلره، پوتین گفت از یک شاهزاده انگلیسی این چنین انتظاری نداشتم. اما این چنینه. میدونید چرا؟ پوتین وقتی آقای میخائیل خودروفسکی به اصطلاح اون مالتی بلیونر روسی رو دستگیر کرد که به اصطلاح صاحب شرکت نفتی یوکوس بود، در واقع آقای جورج شروش، آقای روتشایل و بانکداران شهرک لندن رو بیرون انداخت، دشمن برای خودش خرید. حالا یک مقدارم وقاحت سیاسی نشون داد، رفت در مقابل اینترنشنال مانیتری فاند، یعنی صندوق بین الملل پول که قلک بانکداران جهانی است، بانک زد با کمک چین و برزیل. خب خوششون نمیاد، همه خوابیده بودن که چگونه این پوتین رو بخوابونن. حالا اتفاق افتاد. حالا میگن مثل آقای زمان آقای آندروپوف، برژنف، اوگارکوف، ایشون هم باید همونجوری که ریگان رفت رو سینه آندروپوف و تنبیش کرد و اوگارکوف برکنار شد، فرمانده کل نیروهای شوروی، حالا هم همین کار رو باید کرد. و همیشه هم هر وقت پوتین رو بخوام بزنن یا نتانیاهو رو بخوام بزنن، حتما پروفسور برژنسکی رو میارن. چرا؟ ایشون این جبهه رو اداره میکنه. ایشون همیشه مخالف نتانیاهو و مخالف پوتین بوده. من خودم وقتی نتانیاهو رفت در غزه گفتم رو دست خورد، اشتباه کرد. البته بنده به اندازه آقای برژنسکی نه قدرت دارم نه آگاهی های جهانی. ایشون ببینید چی میگن. Prime Minister Netanyahu on CNN told Wolf Blitzer that this was a strategy to demilitarize Gaza, explaining the use of force. Do you think that it is going to succeed, the Israeli strategy? No, I think he's making a very serious mistake. When Hamas, in effect, accepted the notion of participation in the Palestinian leadership, it in effect acknowledged the determination of that leadership to seek a peaceful solution from Israel, with Israel. That was a real option. They should have persisted in that. Instead, Netanyahu launched a campaign of defamation against Hamas, seized on the killing of three innocent Israeli kids, to immediately charge Hamas with having done it without any evidence, and has used that to stir up public opinion. همه ما هم قبول داریم. من فهم کنم هر کسی منطقی بود. اون قضیه سه مثلا نوجوان اسرائیلی که روبوده شدن، کشته شدن، بعد یک بچه فلسطینی دیگر را آتیش زدن، همه برداشتن این بود که پشت پرده یک بازی دیگری است. خیلی ساده است، اصلا احتیاجی نیست بهش بس کرد. آقای برژنسکی معتقد حماس داشت با به اصطلاح گروه ابو عباس و فلسطینی‌ها
همیاری میکرد که در قضیه صلح شرکت کنه. نه، چنین چیزی نبود. اشتباه میکنن. اما یک نکته رو شما به عنوان ایرانی یادتون نره. گروه روحانی یا تیم روحانی، تیم امنیتی، گرین کارتی روحانی و ظریف که بیشتر به آمریکایی‌ها نزدیکن، آمدن کاری بکنن که از دام بگریزن. یعنی چی؟ حتی به نوعی تلویحاً گفتن بهتر فلسطین و اسرائیل با هم مذاکره کنن. این اولین بار بود از دهن یک به اصطلاح سیاستمدار ایرانی چنین نظری به اصطلاح شنیده میشد. اما چه کسی به جهاد اسلامی، نه حماس، جهاد اسلامی گفت موشک ها رو شلیک کن؟ این مهمه، به خاطر اینکه جهاد اسلامی جنگ رو انداخت، نه حماس. درسته ما حماس رو قبول نداریم، حماس یک مافیای سنی است، آمد و حق فلسطینی ها رو در نوار غزه گرفت. چرا؟ یکی آورد گذاشت اونجا. اول خود فلسطینی ها شادمان شدن ها، میدونی چرا؟ چون عرفات و در و دستش بسیار قوی شده بودن، در دنیا حمایت بسیاری پیدا کرده بودن، اشتباه تاکتیکی کردن. حالا همین حماس بلای جونشون شده. چرا؟ به خاطر اینکه تونل میزنه. این تونل ها یک زمانی به خاطر اینکه مخصوصا وقتی اخوان و مسلمین در مصر بودن، این فرصت رو بهشون داد که در واقع با تونل سازی بیاین به خاک اسرائیل و هر کاری میخوان انجام بدن. درست مثل دراگ دیلرای مکزیک که تونل میزنن میان در آمریکا. یک چیز تصادفی نیست، اتفاق میفته. حالا آقای نتانیاهو معتقد بود اگر من جلوی این تونل سازی و تاکتیک تونل رو نگیرم، به زودی گرفتاری پیدا خواهم کرد. به نظر من نه فقط این قضیه بود، بلکه فشاری بود که جناح به اصطلاح تندگرا روش فشار می آوردن، می گفتن بسیار شما نرم شدید و همش از دیپلماسی حرف می زنید. اوکی؟ نکته دیگر، تمام مخالفین اسرائیل در حوزه حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و جمهوری اسلامی، همه می دونستن برای از پای در آوردن اسرائیل دیگه نمیتونن فقط جنگ چریکی کنن. یه موقعی گروه های فلسطینی، مثلا گروه آقای عرفات، قبل از عرفات آقای جورج عباس، من همیشه معتقدم عرفات ملت فلسطین رو بلعید، مبارزات ملت فلسطین رو بلعید و نابود کرد این ملت رو. درسته بعد آمد در کنفرانس ها، حتی آخرین باری هم که آمد موافقت نامه رو امضا نکرد و در واقع شانس فلسطینی‌ها رو از بین برد. این رو هم بگم، چون قبل از او جورج عباس و دیگر به اصطلاح فدایان فلسطینی کارهای تروریستی انجام میدادن و واقعا مشکل شده بودن برای اسرائیل. ولی امروز در حالی که دنیا همیشه حرکت‌های دیگر رو میگه تروریستی، بنابراین نمیشه. حالا فلسطینی‌ها یا این گروه‌های دیگر چه احتمالاتی داشتن؟ حمله موشکی. چرا؟ جمهوری اسلامی یک تاکتیک خوبی رو برگزید، همه اینا رو مجهز کرد به موشک. حماس با موشک های کوتاه برد و حزب الله با دور برد. چرا؟ هر بار اینها جنگ موشکی با اسرائیل انجام بدن و را بیندازن، خیال جمهوری اسلامی فعلا راحته که اسرائیل به اونا حمله نمی کنه. نکته دوم، مهمترین فاکتور که الان باید اتفاقا چون نشون دادید، اول بزنید آیرون دوم رو میگم بعد مذاکرات رو. ببینید، اسرائیل آمد و یک سپر موشکی درست کرد به اسم آیرون دوم، همون کاری که آمریکا داره میکنه، شوروی میخواست انجام بده، الان هم دارن چانه میزنن با پوتین به خاطر اینکه پوتین اجازه نمیده در لهستان و چکسلواکی و مجارستان اینها از این به اصطلاح موشک های ضد موشک استفاده کنند. در این صورت روسیه رو آشماز کردن. نگاه کنید، این یک سیستم بسیار ظریف، دقیق، اما شما نمیتونید تمام موشک ها رو متوقف کنید. مگه شما میتونید 1000 موشک رو متوقف کنید در هوا؟ امکان نداره.
چرا؟ شما نمیتونید هزار موشک بچینید اونجا. این امکانات، این هزینه وجود نداره. برای اسرائیل هم وجود نداره. الان هم درخواست کرده از آمریکا که به من کمک برسونید. ما آیرون دوم موشکامو استفاده کردم. آنهایی که میخواستن، این رو خوب گوش کنید، در واقع گروه از نقطه نظر استراتژیکی نتانیاهو و اسرائیل رو تضعیف کنن، تضعیف کردن. چرا که همه موشک ها رو برای چند تا موشک دست دوم جهاد اسلامی و حماس استفاده کرد. موشک های اصلی دست حزب الله است و مهمتر از آنها دست جمهوری اسلامیه. بنابراین وقتی من میگم آقای نتانیاهو گاف کرد از لحاظ استراتژیکی، خودش هم متوجه شد نمیتونه با این گنبد آهنین یا این سپر ضد موشک حداقل یک ماه مقاومت کنه. امکان نداره، به خاطر اینکه اونها با هوشیاری همینجوری که دیدی چیکار کردن، جنگ به اصطلاح شهری و خیابانی اینه که شما باید ضربه انحرافی اما کارساز رو بکنید. نگاه کنید، یک موشک انداختن به فرودگاه بنگوریان، چندین شرکت هواپیمایی پرواز به سوی تل آویو رو در واقع تحریم کردن. حالا دو روزم تمدید کردن که ادامه داشته باشه. پس بنابراین فرماندهان نظامی اسرائیل دریافتن که اگر شما بخواید به این صورت جنگ رو ادامه بدید، نه فقط این جنگ کارساز نخواهد بود، یک بختی هم به جمهوری اسلامی خواهید داد که مدتی نفس بکشه، ترمیم کنه نیروهاشو و چه دیدید با موشکای جدید وارد بازی بشه. برای همین هم اگر نگاه کنید، وقتی یانگ به اصطلاح این آقای بوم، یانگ بوم، همیشه اسمش یادم میره، به هیچ وقت هم دوست ندارم این مردو چون هیچ کاری هم نمیکنه، دبیر کل سازمان ملل، وقتی رفته بود موشک ها رو بهش نشون میدن. خب جنگ موشه بانکیمون، آفرین، مرسی، پیمان جوانسال. خب جالب اینجاست، این رو توجه داشته باشی، جنگ موشکی کارساز نشد برای اسرائیل تا حدودی. بنابراین تنها راهش این بود بره در غزه تونل ها و مناطق رو بگرده و از این که حماس آتش بس رو قبول نکرد استفاده کنه یا سوء استفاده کنه، در واقع تمامی حیات پشتیش رو خالی کنه، هم این که در معرض خطر بعدی قرار نداشته باشه. اما به نظر من نه، این نیست. تمدید مذاکرات با ایران یک فرصتی است همه خودشون آماده کنن برای روز پس از. نگاه نکنید خامنه ای میاد، حرفاشو گوش کنید. گاهی میگه خامنه ای وقتی با خالد مشعل ملاقات کرد، عکسش هم به عمد منتشر کرد، بلافاصله رفت نشست و در یک سخنرانی گفت تمام نوار غزه رو ما باید مسلح کنیم. یعنی چی؟ یعنی جنگ تأخیری انجام بدیم، یعنی اینکه اجازه ندیم اسرائیل فرصت پیدا کنه و ما رو بزنه، بذار فلسطینیا رو بزنه، بذار حزب الله رو بزنه. این واقعیت امر، اینها هستن که این جنگ رو راه انداختن، به خاطر اینکه از لحاظ استراتژیکی و تاکتیکی اشتباه بود رفتن در نوار غزه. کمک چندانی نمیکنه، جنگم نمیتونی ببری، به خاطر اینکه یک منطقه بسته ایست، به جز این که شما همه فلسطینی ها رو بریزید تو دریا که نمیتونید، چون خودتون یک روز اسرائیلی ها معتقد بودید عربا میخوان تمام یهودیان رو بریزن دریا. پس بنابراین همه آچماز میشید. نکته دیگری که باز اهمیت داره، اینا رو خواهش میکنم یک مقدار دقت کنید، برید مطالعه کنید، بیایید تحلیل بدید، ما گوش کنیم. جمهوری اسلامی فعلا وقت میخره با مذاکرات، با به اصطلاح مسلح کردن گروه های فلسطینی،
آقای خمینی در واقع بهترین سوء استفاده رو کرد از فلسطینی ها. نه کمکی کرد، چی شد؟ هر بارم آمریکایی اومدن مذاکره کنن، یک دسته نامری اومد مذاکرات رو به هم زد. به فلسطینیان چه خدمتی جمهوری اسلامی کرده؟ پول داده به حماس، زمانی پول داد که فلسطینیان داشتن با اسرائیلیا، ابو عباس و تیمش با محمود دهلان اینا داشتن به یه نتیجه میرسیدن. حالا هم دارن، میدونی چی میگن؟ میگن ما یک موشکایی داریم، هرمز 1 و 2، اینو تحویل میدیم. این موشکای هرمز 1 و 2 میتونه از گنبد آهنین عبور کنه، اورشلیم رو با خاک یکسان کنه، اصلا اسرائیل رو درو کنه. این موشکاست که حالا دارن تبلیغ میکنن. در مشرق نیوز هم یک مطلبی نوشته بودن که این موشک‌ها رو نمیشه ازش دفاع کرد. در واقع اگر آقای پوتین به ما موشک نداد، ما الان صاحب موشک هستیم و این رو در اختیار این گروه‌ها میذاریم که اسرائیل رو با خاک یکسان کنن. یک نکته، چون اشاره کردم به پوتین، یادتون نره آقای پوتین با نتانیاهو ملاقات کرد. کسانی که با آقای پوتین دست دوستی دادن، آقای برلوسکونی در ایتالیا رفت، سرکوزی در فرانسه رفت، احمدی نژاد در ایران رفت، نتانیاهو مونده و السیسی. حالا آقای السیسی در واقع گردن کلفت محله شده، اونم در شرایطی که همه ترس از ISIS یا این داعش دارن. اتفاقا یک دختر متفکر ایرانی در نشنال اینترست یک مقاله نوشته بود، بسیار زیبا، خانم اسفندیاری نامی، دختری است که در مرکز پژوهش‌های انگلیس هم کار میکنه، نوشته بود ایران مثل سگ از ISIS میترسه. نگاه کنید، رژیم محاصره شده، رژیم میدونه مذاکراتش علی رغم همه خنده های ابلهانه آقای ظریف احتمال داره به نتیجه نرسه، به خاطر اینکه نه سردارها میخوان نه رهبر. پس بنابراین احتمال همه چیز رو میتوان داشت. ضمن اینکه وزیر امور خارجه آمریکا، یعنی آقای جان کری، که قرار منطقه رو بسازه، فکر میکنم فیلمش هم داریم آقای کری رو، آقای کری پشت سر هم گاف کرد. یعنی شما انتظار نداشته باشید آقای کری بتونه کاری انجام بده، یا حتما هم نمیخواد انجام بده. اینم بهتون بگم، گاهی هم میکشن عقب ببینن شرایط بازی چی میشه. آقای کری چندی مصاحبه گافهای بزرگی زد، وقتی هم رفت در مصر که آقای السیسی رو ملاقات کنه، حتی بسیار بادیگارد آقای السیسی ایشون رو گشت. نگاه کنید در همین مصاحبه گزارشگر فاکس ازش میپرسه که شما پشت میکروفون گافهایی زدید. در واقع اون گزارشگر میخواست بگه شما جلوی دوربین یه حرفایی میزنی، پشت دوربین حرفای دیگری میزنی و تا به حال مسئله رو حل نکردی. اتفاقا در مجله تایم یک مقاله بود، یک گزارش طولانی در رابطه با اینکه آقای کری چگونه میخواست مسئله اسرائیل و فلسطین رو حل کنه، تمام مسائل رو شرح داده بود. یک نکته ظریفی نوشته بود، به خاطری که من بیشتر اینا رو 30 ساله دارم مطالعه میکنم، اکثرم میشناسم. نوشته بود آقای کری وقتی میرفت به ملاقات فلسطینی ها و اسرائیلیا، یک مشکل بزرگ داشت. 7 نفری که با خودش برده بود همه یهودی تبار معروف آمریکایی بودن، یا از مراکز مطالعاتی یا از جزء کادر خودش بودن. و این نویسنده یهودی تبار نیو ریپابلیک حرف قشنگی زده بود، گفته بود آقای کری فراموش کرده بود، فکر کرده بود میره جشن بر میتسوا، یعنی ازش ایراد گرفته بودن خود جامعه یهود آمریکا که شما وقتی میری مذاکره کنی که همه یهودی ها رو با خودت نمیبری، یه چند تا هم جنس دیگر ببر. الان ما در جایی هستیم، هیچ تردیدی نداشته باشید،
یکی از دشوارترین فصلهای سیاسی دنیاست. کسی هم راه حل نداره، کسی براش هیچ راه حلی نداره، چون الیت گذشته، کیسینجرها، برژنسکه، کیسینجر که بیماره، راکفلرها، راکشایلدها، همه دارن فرو میریزن. یه الیت دیگری باید بیاد و جمع جور کنه، هنوز کسی نتونسته. بنابراین خطرناکتر حتی از جنگ دوران جنگ سرده. وقتی خانم خروشچوا یک مطلب بلند بارا می نویسه و پوتین رو دراز می کنه در سندیکت پراجکت آقای جورج شروش و می نویسه آینده ای برای پوتین نیست، یکی دیگه می نویسه آینده ای برای نتانیاهو نیست، آن یکی می نویسه آینده ای برای ایران نیست، شما باید یک لحظه مکس کنید، نفسی تازه کنید و ببینید چه باید کرد. یادم 2006 بود، علی کریمی توپ میزد. من گفتم زیبایی کار علی کریمی این است که یکی از تنها بازیکنهای فوتبال ایرانه که حرکت بعدیش رو زودتر از دیگران در میابه، باهوشه، ولی مشکلش اینه که با خودش قهره و حقم داشت با خودش قهر بشه. آخرم دیدید چقدر بی سر و صدا رفت. مردی که دو دستبند با مچبند سبز زد و به قهرمان ملی مبدل شد، یادتونه؟ شماها چقدر زود رهاش کردین. منم اگر جای علی کریمی بودم، هر کسی دیگری جای علی کریمی بود که این غرور رو داشت و این نبوغ رو که چنین بازیکنی باشه، بایدم میرفت. میدونید چرا؟ شما رهاش کردین. شما نیومدین بپرسین چرا رژیم با مربی پرتغالی دست به یک کرد و علی کریمی رو از تیم ملی خط زد. به خاطر اون دستبندهای سبز، مچبندهای سبز. میدونید چرا؟ میدونم اینه. دیدم تیم والیبال ایران وقتی بازی میکنه یک تصویر بزرگی زدن با مچبندهای مشکی و نوشتن به خاطر غزه مچبند مشکی زدن. رژیم گفت مچبند مشکی بزنید. این رو یادتون باشه. من همیشه گفتم این رژیم، رژیم پوتمکین گلخانه‌ای، میتونه هر لحظه از کارگاه بدیل‌سازی یه چیز برای شما در بیاره. اون مادرهایی که در مقابل امروز دفتر سازمان ملل متحد در تهران با لچکهای سفید اعتراض میکردن، در واقع اونها رو استفاده میکرد که به مادران خاوران، یادتونه؟ مادران گورستان خاوران و مادرانی که میگفتن بچه های ما کو، به اونها بگن ما از جنس خودمونم داریم، اونها رو مجبور کنن برن تظاهرات صلح کنن. زود فریب نخوری، زود هم فراموشکار نباشید. با مسی این کارو کردید، با علی کریمی هم کردید، با غزه و لبنان و ایران هم خواهید کرد. بنابراین یک مقدار رشد کنید از لحاظ اخلاقی، از لحاظ فکری، لابلای خطوط رو بخونید و این فرصت رو بدید که ما بیاییم و بهترین اطلاعات رو در شما، در واقع شمارش معکوس و دوال، به همراه تونی جوانسال نازنین و پیمان جوانسال که امروز جشن تولدش بود، هپی برده، آی لاو یو، همه شما خداحافظی کنیم تا برنامه دوباره.